عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام. بر شما همسفران سفر روزه سلام، امیدوارم که حالتون خوب و طاعات و عباداتتون قبول باشه. من سپهر دیوانبگی با یک برنامه دیگه از برنامه با خبرنگاران پایگاه خبری کرمان در ظهر جمعه 24 اردیبهشت 1400 مهمان نگاه شما عزیزانم. خب بریم به تحریریه کرمان و ببینیم که همکارانم خبرنگارای عزیز چه خبرهای مهمی را از سراسر استان برای شما عزیزان آماده کردن. بعد از مصوبه سران قوا در مورد بازار سرمایه، بورس روند صعودی گرفت و رئیس بورس منطقه کرمان میگه که این صعود ادامه داره. او البته معتقده که نه این مصوبه و نه تغییر دامنه نوسان تأثیری در رشد بورس نداشته و اون چه باعث استقبال از بازار سهام شده رکود بازار سکه و دلار و خودروه. این هفته کرمان‌نو گزارشی رو منتشر کرد از دهکده خرما و فراز و فرودهای این پروژه. این گزارش رو میتونید توی پیج کرمان‌نو ببینید. اما آنچه که مسلمه، پروژه که تا دو سال پیش عامل توسعه و نجات دهنده خرمای استان شناخته میشد، حالا بعد از پرکشیدن وام‌های 4-6% غیر اقتصادی خونده شده. توی این هفته آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کوبایی رو توی کرمان داشتیم. معاون وزیر بهداشت توی این مراسم گفته که تلاش میکنیم سهمیه استان کرمان رو از این واکسن به 10,000 برسونیم. فعلا قرار 3,000 نفر توی کرمان با این واکسن در مقابل کرونا ایمن بشن. مرکز آمار ایران این هفته گزارشی رو از نرخ بیکاری در سال 99 منتشر کرده که طبق این گزارش نرخ بیکاری استان کرمان در سال 99 نسبت به سال 98 0.7% کاهش یافته و به 10.6% رسیده. اما متاسفانه این نرخ همچنان از میانگین کشوری بالاتره. مرسی از همکارانم که خبرها رو از سراسر استان برای شما عزیزان آماده کردن. میرسیم به خبرهای خوب، بد و زشت هفته. خبر خوب هفته این که معاون وزیر بهداشت گفته که واکسیناسیون سالمندان 80 سال به بالا تموم شده و نوبت به افراد بین 75 تا 80 سال رسیده. خبر بعد هفته مربوط به کارخونه لاستیک بارزه، کارخونه‌ای که تو سالهای اخیر حواشی زیادی داشته، از بازداشت دو مدیر ارشدش تا برکناری سرپرستش. حالا اما سرپرست شرکت بازرگانی سامان بارز در نامه خطاب به مدیر عامل شرکت بارز پرده از اطلاعات عجیبی برداشته. او تو این نامه به حضور اعضای سفارشی در هیئت مدیره شرکت سامان بارز اشاره کرده و از خطر برداشت 4 میلیارد تومان از حساب این شرکت به دلیل عدم توانمندی مدیر مالی وقت در خصوص مالیات و ارزش افزوده سال 97 خبر داده. دستگیری کارمندان دولت به دلیل اخذ رشوه و اختلاس تمومی نداره. این هفته هم خبر دستگیری دو کارمند راهداری جیروف منتشر شده که به عنوان خبر زشت هفته به حساب میاد. پیش از این هم 8 نفر از کارکنان راهداری استان دستگیر شده بودند. و اما از هر نظر جنجالی این هفته مربوط به سخنان آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق که کاندیدای انتخابات 1400 هم شده. ایشون گفته در صورتی که رد صلاحیت بشه از همکنون اعلام میکنه که انتخابات رو تایید نمیکنه و در اون شرکت هم نخواهد کرد. در صورت رد صلاحیت از همکنون اعلام می‌دارم که انتخابات را تأیید نمی‌کنم و در آن شرکت نخواهم کرد. و اما کامنت هفته هم میرسه به دیدگاه یکی از کاربرای کرمان نو زیر پست تغییر رنگ شهرهای استان از نظر کرونا که گفته بدون شک با همت مسئولان رنگ بندی تغییر کرد. از فردا دوباره مأموریت‌ها و بازدیدها و افتتاح‌ها استارت می‌خوره. و میرسیم به بخش جذاب عکس هفته، بخشی که این عکس یکی از مهمترین اتفاقات و یا یک واقعه مهم تو استان کرمان رو نشون میده. عکس این هفته هم از عکاس خوب آقای محمد حسین قنبری انتخاب شده که گرد و غبار استان کرمان در روز 19 رو به نمایش میذاره. مرسی از شما عزیزان که ما رو همراهی میکنید و با به اشتراک گذاشتن نظراتتون در راه‌های ارتباطی ما در فضای مجازی به ما انرژی میدین. شما رو تا یک برنامه دیگه از مجموع برنامه با خبرنگاران به خدای بزرگ میسپارم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.